کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل درخواست کردند که کشتار شهروندان مسلمان غیر مسلح آتش زدن روستاهای مسلمان نشین و دستگیری خودسرانه مسلمانان از سوی نیروهای امنیتی میانمار مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد. آجانس های امداد رسانی اعلام کردند که از هجده مهرماه و از زمان آغاز حملات هماهنگ نیروهای مسلح میانمار به مناطق مسلمان نشین در مناطق مرزی جنوب غربی میانمار حدود پانزده هزار تن که اکثرا از مسلمانان روهینگیا بودند آواره شدند. این در حالی است که دولت میانمار به سرپرستی آنگسان سوچی برنده جایزه صلح نوبل اقدامات نیروهای امنیتی را پاکسازی دقیق شهر ماونگدا ما در یالت راخین در جستجوی عاملان حمله به نیروهای پلیس نامیده است. مقام های سازمان ملل متحد بارها از وضعیت مسلمانان میانمار ابراز نگرانی کرده و خواهان اقدام فوری مقام های این کشور شدند. بسیاری از بودایان افراطی میانمار مسلمانان ساکن ایالت راخین را مهاجران غیرقانونی از بنگلادش میدانند و به آنها حمله میکنند.